کنم که خیلی گزارش کوتاهی، فقط خواستم هموطنان به خصوص در شرایطی که میبینیم الان، هر روز داریم میبینیم بازنشستگان، کارگران بیکار تو خیابونان، وضعیت بد اقتصادی، بد گزارشاتی که تو خود تلویزیون جمهوری اسلامی هم حتی گاگاهی پخش مجبورن پخش بکنن، این هموطنانی که زلزله‌زدایی که هنوز تو چادر تو این سرما دارن زندگی میکنن، بعد این گزارشی هستش که میبینیم با هم رفتن نمیشت بازسازی سامره و چهار استان عراق رو که شروع کرده جمهوری اسلامی سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای بازسازی. شما ببینید واقعا تو اینا بخش های خیلی کوچیکی که ما میبینیم. من خواستم فقط یک مقایسه بکنم و بعد ببینیم که این بازسازی از زبان خودشون این کارهایی که میکنن یک ذره در جهت منافع اقتصادی حتی نیست، آخرش از زبان آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق بشنویم که چطور واقعا این کارهایی که در عراق این ولخرجی هایی که میکنن هیچ چیش گیر مردم ایران نمیده. من فقط خواستم یه اشاره توی این وضعیت مردم هموطنان ببینن، ببینن این جمهوری اسلامی واقعا هیچ جا درس نمیگیره، حتی در ظاهرم که شده بخواد رعایت بکنه ظاهرش هم رعایت نمیکنه. تشکر میکنم. گوش نگاه میکنیم همینا. چند هفته پیش در 18 بهمن 96 در نشست مشترک بین سفیر جمهوری اسلامی در عراق و فرماندار استان صلاح الدین، مشارکت ایران در بازسازی شهر سامرا و چهار استان دیگر عراق اعلام شد. استانداری صلاح الدین عراق، مشارکت وسیع ایران در امر بازسازی شهر سامرا به ویژه هتل‌های این شهر را خواستار شد. این درخواست رسما در نشست مشترک عبدالله جبوری، استاندار صلاح الدین، و ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. از جمهوری اسلامی ایران درخواست کردیم تا در بخش سفرهای زیارتی، بازسازی اماکن تاریخی و سرمایه گذاری در شهر سامرا مشارکت کند و امیدواریم این مشارکت بتواند رونق را به این شهر بازگرداند. همونجور که آقای استاندار اشاره کردن، یک کمیته مشترکی رو تشکیل خواهیم داد و جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری رو برای سازندگی این منطقه انشاءالله همکاری انجام. جمهوری اسلامی ایران در فاز اول طرح مناسب برای شرکت در بازسازی حداقل چهار استان آماده کرده است. استان‌ها رو دسته‌بندی کردیم در عراق. در فاز اول استان واسط رو به مرکزیت کوت داریم دنبال میکنیم، استان بابل رو به مرکز هله داریم دنبال میکنیم و استان کربلا رو به مرکزیت کربلا و استان صلاح الدین رو به مرکز سامر را که انشاءالله بتونیم در حوزه های مختلف صنعتی و حوزه های مختلف عمرانی موضوع سرمایه گذاری و ارتباط مؤثر شرکت های ایرانی رو در این حوزه تقویت بکنه. این مکان زمانی بازارچه اصلی و پر رونق سامر را بود که در آن 163 مسافرخانه و ده ها رستوران و مغازه به طور روزمره فعالیت داشتند. داعش هو سبب بغلاق های المحلات و های البیوت و اذیت الناس. داعش عامل اصلی بسته شدن مغازه ها و هتل هاست. امیدواریم با وحدت و یکپارچگی شاهد شکوفایی بیشتر شهر سامرا باشیم. کمی قبل از آن نیز در مراسمی با حضور مسئولین جمهوری اسلامی، مدرسه نوساز و بزرگ امام خمینی در شهر موصل افتتاح شده بود. این گشاده دستی ها بخش کوچکی از میلیاردها دلاری است که رژیم ایران در سالهای اخیر در عراق خرج کرده است. این بذر و بخشش ها که از جیب مردم ایران هزینه می شود در شرایطی است که کشورمان در ورشکستگی اقتصادی است و بخش بزرگی از مردم در فقر و فلاکت به سر می برند و بازنشستگان، کارگران بیکار و حقوق نگرفته و همچنین مال باختگان هر روز در شهرهای کشور دست به اعتراض میزنند و خیزش سراسری دیماه نیز فوران خشم همین مردم بود. سرمایه گذاری برای بازسازی استانهای عراق در حالی است که هموطنان زلزله‌زده در غرب کشور به حال خود رها شدند و در این سرمای طاقت فرسای زمستان اکثریت آنان هنوز در چادر به سر میبرند و به اعتراف مقامات تعدادی از کودکان این خانواده ها به دلیل سرما جان خود را از دست دادند. در حالی که مردم کشورمان در چادر و در سرما و باران بدون هیچ کمکی رها شدند، سرمایه های کشور در عراق و دیگر کشورهای منطقه برای ایجاد خلافت اسلامی از نوع ولایت فقیه خرج می شوند. باران است و چادر است و دردسرهای فراوان. ساکنان در این خانه های خیس خورده از باران با بیمهری های زندگی مهربانانه سازش کردند. توی با هوای بارانی وضعیتمون خیلی خرابه، به خدا بچه ها مریضن زیر چادر بهمون کانس نمیدن. این نگاه کتاب های بچه هم که همه شان خیس بودن.
آخه چه جوری درس بخونن با این وضعیت؟ ما دیگه از ساعت 7 صبح تا الان باور کن داریم بابیل کار میکنیم. پیرمردم دنبال کانکس و چیزا نمیتونم بگردم حقیقت. توانایی ندارم. 5 نفر گردن ما همین چادر خراب و آب زیرش توی زندگی میکنم. مادر سفره نهار را آماده کرده است. تا بچه دارم نمیتونم بدون غذا. میشه بدون غذا؟ شرایط سخت نیست. چرا چی سخت نیست؟ خودیش نیست. تمام گل، آب، همه چی. رژیم ایران اگرچه از نفوذ نظامی و سیاسی زیادی در عراق برخوردار است، اما نفوذ مذهبی قابل توجهی در این کشور ندارد. اکثریت شیعیان عراق و همچنین مرجعیت شیعه و حوزه نجف با ولایت فقیه و دیدگاه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی همسویی ندارند و بخش مهمی از آنان با دخالت‌های ایران و سیاست‌هایش مخالفند. رژیم برای جبران این نقطه ضعف از سال 2003 استراتژی مشخصی برای نفوذ در مراکز مذهبی شیعه عراق را دنبال کرده است. نهادها و مؤسسات رژیم در هماهنگی با سپاه قدس سرمایه‌گذاری‌های کلانی در نجف، کربلا، سامرا و کاظمین کردند و به کمک وابستگان عراقی خود صدها هتل و مرکز تجاری را در کنترل خود گرفتند و مؤسسات و دستجات مذهبی زیادی در شهرهای زیارتی عراق تشکیل دادند. مهمترین نهاد رژیم که استراتژی نفوذ مذهبی در عراق را به پیش می‌برد، ستاد بازسازی عتبات عالیه است که پس از سقوط صدام و تحت نظر خامنه‌ای تأسیس شده است و تحت کنترل سپاه قدس می باشد. رئیس کنونی ستاد بازسازی عتبات پاسدار حسن پلارک است که به گفته رسانه‌های رژیم یکی از فرماندهان سپاه قدس بوده است. فعالیت‌های ستاد عتبات دو بخش مهم دارد. نخست بازسازی و توسعه اماکن زیارتی شیعیان در عراق و دیگری بسیج نیرو و مشارکت در مراسم اربعین کربلا است. ستاد عتبات در همه شهرهای مهم ایران دفاتر جمع‌آوری نزورات مردمی درست کرده است، اما بخش مهمی از بودجه آن توسط ولی فقیه و دولت تأمین می شود. سال گذشته حسن پلارک گفته بود که ستاد عتبات 5000 میلیارد تومان پروژه تعریف شده در عراق دارد که شامل طلاکاری گنبدهای حرم امامان شیعه در عراق و نوسازی و گسترش حرمهای زیارتی است. یکی از مهمترین پروژه های ستاد عتبات ساخت و توسعه صحن حضرت زهرا در نجف است. این پروژه 1000 میلیارد تومان هزینه داشته و مسئول اجرای آن قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بوده است و بخش مهمی از آن تکمیل و در فروردین 95 افتتاح شد و بخش باقی مانده نیز تابستان امسال افتتاح می شود. با حضور نماینده مقام معظم رهبری، چشم محبان به افتتاح بخشی از صحن بزرگ حضرت زهرا روشن شد. صحنه که نامه فاطمه زهرا سلام الله علیها اون رو مزین فرموده، فاطمه ای که صحن و سرا نداره، فاطمه ای که مزار نداره، ذریح نداره، گنبد و بارگاه نداره و زوارش متحیرند که کجا زیارتش کنند، اینجا سفره گستره، همسرش امیرالمومنین شده. صحن جدید در مساحت 6 هکتار و زیربنای 212,000 متر مربع در ضلع غربی حرم ساخته شده است و مرحله نخست آن نتیجه 5 سال زحمت ستاد بازسازی عتبات عالیات و دستان هنرمند ایرانی بوده است. ستاد بازسازی عتبات همچنین تعداد زیادی مرکز درمانی برای زائران در نجف، کربلا، سامرا و کاظمین تأسیس کرده است که مهمترین آنها بیمارستان امام سجاد در کربلا است که مجهز به بهترین امکانات پزشکی و درمانی است و در اردیبهشت 95 با حضور مقامات جمهوری اسلامی افتتاح شد. در حالی که رژیم ایران طی 16 سال گذشته میلیاردها دلار در عراق برای توسعه اماکن مذهبی و کمک به گروه‌های شیعه مسلح هزینه کرده است، کشورهای دیگر در مسیر گسترش بازرگانی و روابط اقتصادی با عراق در جهت منافع ملی و رشد اقتصاد کشورشان حرکت می‌کنند و همانطور که در جریان کنفرانس بین‌المللی کمک به بازسازی عراق دیدیم، کشورهای دیگر با اعطای وام به عراق در زمینه‌های مشخص و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی که در دراز مدت برای کشور خودشان سودآور است تلاش می‌کنند تا منافع ملیشان را جلو ببرند. در نتیجه جمهوری اسلامی سهم بسیار کوچکی از اقتصاد عراق را در اختیار دارد. به اظهارات یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در این مورد نگاه کنیم.
بازارهای دنیا صاحب داره. ببینید عراق داره آرد میخره، مقدار زیادی آرد وارد میکنه. آرد ما رو با 90 دلار نمیخره، آرد ترکیه رو با 150 دلار میخره. یعنی 90% از آرد، من رئیس اتحادیه مشترک ایران عراق هستم با اطلاع عرض میکنم، 90% از آرد عرض شود که عراق از ترکیه تامین میشه با 150 دلار، مال ما رو با 90 دلار نمیخرن. با اینکه از نظر واقعی کیفیت بهداشتی اینا مال ما شاید بهترم باشه، چون یه سری مواد اضافه کرده میکنن، خود سفیدیش میکنن، ممکنه که مثلا مشکلات بهداشتی هم داشته باشه. ترکیه میاد اونجا نسیه میده، دولتش عرض شود که حمایت های پشتیبانی های متعددی ازش میکنه، تکنولوژیش میده، عرض شود که خدمات فنی مهندسیشو همه رو، خلاصه همه رو آماده میکنه. ما عرض شود که با هزار جور مشکلات بانکی بیمه عرض شود که کذا و کذا. ولخرجی های رژیم ایران در عراق و صرف میلیاردها دلار در این کشور، سرقت از سفره مردم ایران برای گسترش بنیادگرایی اسلامی در عراق است. چند هفته خیلی گزارش واقعا تکان دهنده آقای دایی رو شنید، مستند. آدم افسوس می‌خوره صحنه ای که نشون میدادن از مناطق زلزله زده، خیلی غم انگیز وضعشون، وحشتناک. پریروز چیز درشت یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب در ایران، تو درشت اصلا معلوم بود که همین صحنه رو دیده، خبرنگارانش و خود مدیرش تمام سفر اختصاص داده بودن به این سوال. 6 میلیارد تومان پول توی این مملکت نیست که کمک بکنن به زلزله اونم بعد از هفته ها که از زلزله در سر پل ذهاب میگذره. آقای دایی تشکر میکنم از گزارش شما، خیلی تکان دهنده بود، خیلی تکان دهنده. لعنت بر کسانی که این گونه بر حق مردم ما پای میگذارن و بعد مردم رو میدوشن، غارت میکنن، پولش رو میدارن میبرن کشورهای دیگه خرج میکنن.